Bismillahirrahmanirrahim. خب در گفتگوی قبلی نگاه راجع به حق اختلاف و حق اشتراک صحبت کردیم. حالا اون صحبت رو تفصیل میدیم به لحاظ اینکه جریان آزاد اندیشه ها، دانش ها، اطلاعات، هنرها موکول به شناسایی این دو حقه. هر کسی میگه که یه دفعه شما در اسلام اشتراک کردید، مثل آقای خمینی که میگفت مردم رأی دادن دیگه حق نداره، به هیچ حق نداره، دیگه حق اختلافی وجود نداره، کسی رفت بیرون اعدامه. چه میشه؟ مرتد ملی میشه و این حکمش اعدام. پس اینجا حق اختلاف حذف میشه، یه حق اشتراک. خود جریان آزاد اندیشه بی‌معنیه، برای اینکه این جریان آزاد اندیشه ها یعنی اندیشه های مختلف وجود داشته باشن، یا جریان داشته باشن، نقد بشون تا برسن به اشتراکی. خب میگه قبلا اشتراک حاصله دیگه، بس اندیشه مندشه بی اندیشه. میخو تو رژیم ایران هم به قول کسی گفتن آزادی وجود داره، گفت بله. تا کجا؟ تا وقتی اظهار نفرمودید. به محض که لبه گشودی از اون به بعدش هنوز هم بازیه میتونید در لبه تو بگشایی، ولی از اون به بعدش دیگه خدا دارد. بابت اینکه لبه گشودی ممکن سرت هم به باد بدی، که گفته که سر سبز زبان سبز سر سرخ میدهد بر باد. اینجوری میشه زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. خب اینه که بسیار اهمیت داره این دوتا حق. تنها اون نیست، حالا من الگوی کنونی رو مثال آوردن، ولی تو این سازمان های سیاسی هم همینجوره. اگر نپذیرند که در یک جمعی اعضا حق دارند نظرهای مختلفی پیدا کنند و اظهار کنند، اون وقت هر کسی به خودش اجازه میده دیگران رو محکوم کنه به اینکه طبق نظر او فکر کنند و عمل کنن. اگر نه اون میگه یا بیرون میکنه از زورش برسه، یا خودش زورش نرسه جدا میشه. این شعبا اینجوری راه میده. حالا اگر دوتا حق بپذیره خب با میسه سر اون در جمع نظرش تعریف میکنه، میذاره به جریان آزاد اندیشه ها تا نقد بشود و هم خود او شرکت بکنه در این نقد، هم دیگران شرکت بکنن، برسن به یک اشتراک. حالا به اینا باز به تفصیل برمیگرده، اما از اینجا میخوام شروع کنم که این دوتا حق با هم هست. یکی رو انکار کنی دومی هم بیمعنی میشه، یعنی انکار کردی. به لحاظ اینکه اگر حق اشتراکی نباشه و حق اختلاف میشه کار برد پیدا نمیکنه. حق اختلاف برای این است که انسان ها نظرهاشون رو اظهار کنن به اشتراک برسن، و شما گفتی این اشتراک ممنوع. خب نظرها اظهار چه معنی داره؟ چه کار میاد؟ مثلا یک فیلسوفی نظری اظهار میکنه، یک حقوقدان نظری اظهار میکنه، به چه امید این کار میکنه؟ به این امید که این جریان پیدا کنه و مردمی به این نظر بپیوندن. حالا اگر این اشتراک ممنوع باشه، معناش اینه که اون نظر بی خودی از خود چه عرضه میکنه، یه بی نتیجه است، از پیش ممنوعه. حالا این رژیم های توتالیتر احتیاط رعایت میکنه، از اول نمیگذارن طرف اظهار بکنه که بعد اشتراک ممنوع باشه یا نباشه.
کاربرد حق اختلاف موکول به حق اشتراکه، موکول به اینکه اشتراکی ممکن باشه. مثلا این در دانشگاه ها علم، کسی نظر علمی پیدا میکنه، اگر ممنوع باشه که این دیگران این نظر رو بپذیرند، بزار این علم بیحاصل میشود، نقد هم نمیشه، رشد علمی هم نیست. پس این به این ترتیب توجه میکنید که بخوایی بگی حق اختلاف داره تو خواهی، هر کس هر چی میخواه بگه، اما از اشتراک مشتراک خبری نیست. و معناش این است که از اون اختلاف هم خبر، حق اختلاف هم خبری نیست، برای اینکه بی فایده بی حاصله. در صورت که الان اجازه بدن که غالبا اون هم نمیدن. حالا کار بدتر از این میشه. حالا ما فرض کنیم که حق، گفتیم که حق اختلاف وجود داره، اما کاربرد نداره. اینکه شما نظر بدی و این نظر جریان پیدا کنه، نه. نظر تو بده تو خونت، از تو خونت بیرون نیای حرف بزنی که جریان پیدا کنه. خب اون حق، اون اشتراک، حق اشتراک رو وقتی که این مانع عمل کاربرد پیدا کردن حق اختلاف شدی، اون حق اشتراک به ضد خودش بدل میشه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب. چرا میگوید این کاربرد پیدا نکنه حق اختلاف؟ برای که میترسه که به اشتراک برسه دیگه. چرا میترسه؟ چون اون قدرت حاکم یک مثلا فکری رو به زور تحمیل کرده. حالا که این کار کرده، پس از این که حق اختلاف به اصطلاح اظهار بشود و جریان پیدا کند و اون چرا که او تحمیل کرده به خطر بیاندازه، مثلا ولایت فقیه که الان در ایران که مثلا کسانی نظر داشته باشن راجع به این اصلا ولایت چیست، اینکه فقیه کیست، اینکه فقیه ولایت داره یا نداره، اینا رو بخوام نظر پیدا کنم و جریان پیدا کنه، اون اصل برای از فقیه چه این مورده زیر سوال ببره دیگه. جامعه به این اشتراک برسه که همچه ولایتی وجود نداره. خب پس این به اصطلاح از پیش یک اشتراکی رو تحمیل کرده، میگوید که حق اختلاف سانسور می شود، میتونی تو خونت اظهار کنی، اما اگر به جریان بیاندازی من جلوشو میگیرم. و وقتی تو جلوشو گرفتی، اون اشتراک چی میشه؟ از راه طبیعی حاصل نمیشه. اشتراکی می شود که زور تحمیل میکند، قدرت تحمیل کنه. از بالا میگه که امام صادق گفته است که در نبود ما شما از فقها پیروی کنید، یعنی ما ولایت داریم، هر کی هم با ولایت ما مخالفت کنه، با ولایت امام مخالفت کرده با او مخالفت کنه، با ولایت پیامبر مخالفت کرده با او مخالفت کنه، کرده با ولایت خدا چیز کرده، حکمش هم مرگ دیگه، با خدا طرف بشی معلومه دیگه کار چیه. چون پس این رو از پیش تحمیل کرده به زور، با یک اشتراکی رو به زور نشونده به کرسی و میگوید مخالف این دیگه حق اظهار نداره. به ترتیب اون اشتراکی باید از طریق جریان نظرهای مختلف حاصل میشد، اون از بین میرود. جاش چی میگیره؟ زد او که همین تحمیل شده زوره.
قدرت. این خاص ایرانه؟ نه. همه جامعه ها اینجوریه. همه جامعه ها به شدت و ضعف. یه وقتی در اون حزب کمونیست فرانسه خیلی قوت داشت. در همین فرانسه. بعد یک عضو جوانی توی آدمه دختری بود. این نوشته بود که من خودم و دوستانم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و یک نظری میرسیم. شب با اون نظر من میخوابم که به اون امید که صبح پاشم این نظر رو به حزب منتقل کنم. صبح بلند میشم ایمانیتر رو میخونم، میبینم درست ضد این نظر ما رو ایمانیتر تبلیغ کرده. من میفهمم که ما برخطا بودیم. اون نظر حزب اون درسته. در جا چجوری تو فهمیدی؟ اون نظر از بالا تحمیل می شود. اون اشتراک اونه. چیزی که از راه گفتگو، اختلاف نظر، بحث، جریان آزاد اندیشه ها و نظرها حاصل بشود، او مزاحم است و یا خود باید سانسور کنه یا حزب این کار میکنه. حالا این حزبای توتال فرقه یا ما رو که ببین که اصلا ممنوع میکنن کسی روزنامه بخونه، خبر بخونه، رادیو گوش بده، تلویزیون گوش بده، انترنت، همه اینا ممنوع. جای خود. این که توجه میکنید که بدون این حق اختلاف رو شما اگر جلوش بگیری، جلو انتشارش رو با این آدمی که خودش فکر میکنه این حتی بتونه اون رو اظهار کنه، جریان پیدا کنه، این بخواهی نخواهی به اشتراک میرسه. ولی نقد میشه دیگه مرتب، دیگران رو قبول میکنن یا اشتراک لازم میشه. اگر این بخواهد جلوش بگیره، اون وقت این اشتراک که از راه طبیعی حاصل میشه، جاش میده به چی؟ اشتراکی قدرت تحمیل میکنه. حالا دو تا مثال زدم، حزب کمونیست و ولایت مطلقه فقیه و حالا سومش هم این تو فرانسه الان این دبا میگن گذاشته بحث یارو. اونجا که من خوندم این بحث اینجوریست که میان تو اون جلسات مثلا سوال میکنن آقای جایی که خود آقای رئیس جمهور حاضر است جواب میده. اسمش که بحث نیست بس این هست که نقد و نقد متقابل و رسیدن به یک حاصل سخن. خب آخر سر هم ایشون باید که نتیجه گیری بکنه و چلا بگی که چه مسائلی از این نقد که باید راهبر سیاست حکومت ایشون باشه حاصل می شود. پس یه اشتراکی حاصل می شود که در واقع حاصل بحث نیست، جانشین حاصل بحث می شود. کی این کار می کنه؟ دولت که رئیسش آقای رئیس جمهوره. حالا این عمومیت داره تو جمع های همین گروه های سیاسی هم که نگاه کنی همینجوره. کسانی که بخواهند یک نظری رو به یک جمعی تحمیل بکنند از پیش اینها اون فکری که باید تحمیل کنند آماده است. یاد تر میکنه. میگه قول حرفاتون رو بزنید. حرفا رو میزنه میگه خب در همونی که من گفتم. تمام شد. قبول شد که نظر من درست است و همون باید اجرا بشه. حالا اگر این در موضع متفوق باشه و بقیه نمیتونم بگن نه. اگر نباشه بگن آقا شما کی گفت که نظر شما پذیرفته شد؟ شب چیزی نیست. بحث دیگه بکنیم ببینیم که بقیه چی نظر دارن. وقتی از راه بحث به نتیجه رسیدیم اون میشه مشتره. میگه خب من دیگه نیستم. من دیگه نیستم. شما از این خودتون در جمعتون فراوان دیدید دیگه این رویدادها رو کنید. چیزیتون. جدیدی نیست که من بگم که ندیدید. اینا فراوانه. دارم.
یک نظری جانشین نظری بشود که از جریان حق اختلاف، جریان آزاد نظرهای حاصل از حق اختلاف حاصل می شود، متاسفانه رایج ترینه در جامعه جهانی امروز. همه جا. سوم اینکه وقتی ما میگیم حق اشتراک یعنی چی؟ اشتراک یعنی به مثلا نظر مشترک رسیدن دیگه. پس باید یک نظرهایی باشد که ما به اشتراک رسیم. پس خود این وقتی میگیم حق اشتراک در خودش ملحوظ حق اختلاف، چون اون نباشه این نیست. خب، چهار. در حق اختلاف هم، خود حق اختلاف هم به نفس گویای این است که یک حق اشتراکی وجود دارد. چون اگه فرض کنیم که این حق اشتراکی وجود نداشته باشه، چیزی به اسم حق اختلاف بیمعنی می شود. وجودش اصلا بگیم که چون اشتباه نظر برای این است که عرضه بشه، مبادله بشه. مبادله رو شما بردارید، نظر میشه بی به اصطلاح بریده. یعنی کسی تو قدم تو ذهن خودش شبانه روز چقدر خیال میکنه و چقدر فکر میکنه و اینها چند تاشونه به اصطلاح زندگی پیدا میکنه در عمرش مثلا یه تعداد کمی، غالب اینا بدون عمل میمونه دیگه. خودمون رو نگاه کنیم ببینیم در روز چقدر خیالات میفرماییم و چقدر نظرها تو ذهنمون میسازیم. اما چون اون پشتش نمیاد که این رو میشه به اشتراک گذاشت، تو ذهن خود ما میمیره. از زمان این زندگی پیدا میکنه نظر که ما اون تو همه حق اختلافی که برای خودمون قائلیم ما یک حق اشتراکی بشناسیم که این سبب بشه که ما به اون نظر زندگی بدیم. اگر نه زندگی پیدا نمیکنه، اون تو ذهن ما میمیره. خب ارتباط عقل‌های ما با هم از چه راهه؟ تصور کنید ما یه جامعه متحد نظر، متحد شکل، متحد محتوایی، اینا چه چیزی، چه حرفی دارن به هم بزنن؟ تصورشو بکنید. این است که اگر این حق اختلاف نباشه، عقل آدمی به شرط با همون که اشتراکم توش ملحوظ باشه، عقل آدمی از کار میفته. چند دفعه هم که کار کردید خوی نزجه که نداره چرا بکنم این کارو نشو. این است که غالب بشرها میبینی که نه اینکه این انسانها این همه چند میلیارد الان کره زمین آدم هست، چند درصد اینا فکر میکنن؟ بقیه چرا نمیکنن؟ چون این از حقوق خودشون غافلن. نظرها که پیدا میکنن این رو براش در رو فکر نمیکنن داشته باشه. این بابا کی به حرف ما گوش میدهست؟ ما که چیزی حالیمون نیست، چی بگیم، چی بگیم که بشنمه. نتیجه این است که میبینی این خلاصه میشه در عده کمی، حالی که این حق اختلاف، حق اشتراک همگان بپذیرن، بهش عمل کنن، یه جامعه پیدا میکنی خلاق، همه فعال، همه خلاق. و از اون چه که نظر
علم هنر این پیدا میشه و مبادله میشود و جامعه میشه غنی با فرهنگ. جامعه ها به مقداری که در اون ها مبادله انجام نمیگیره فقیر میشن از نظر فرهنگی. گفته این آقای آلمتوره میگه جامعه شناسی وقت جامعه شناسی سیستم ها بود، وقت جامعه شناسی فلان بود. حالا من به این نتیجه رسیدم که باید جامعه شناسی به اصطلاح سوژه باشه، یعنی انسان آگاه به خود عنوان صاحب حقوق و خلاق. حالا شما فکر کنید که در سطح جامعه ها انسان ها این آگاهی، این وجدان رو به خود به عنوان خلاق و علاوه بر این اون استعدادهای دیگه هم که ایشون ازش غافل شده اونا هم داشته باشه و اینا هم فعال بکنه و بدانه که در رو داره فکر اگر کرد این میتونه مبادله کنه. اون جامعه ببین چقدر خلاق فعال شما الان همین قضیه سیل نگاه کنید. یه سیل آمده، نه قبلش کسی فکرش کرده که این بلا آمد چه باید بکنیم. حالا که آمده این چون این دوتا حق عمل نمیشه بهش، نمیتونه سازماندهی بده، یه سازمان جمعی ایجاد کنه، یه هیئتی که مورد اعتماد مردم باشه و این رژیم هم بذاره اون کارش بکنه، امکانات چند خود اون هم بذاره در اختیار اون هیئت و این اون خسارات و حاصل از سیل لااقل بتونه این جبران کنه که این جامعه دوباره بتونه سرپا باشه زندگی. خب محصول از بین رفته، خانه ها از بین رفته، هیچ چیزا از بین رفته. و شما میبینید که طرف هنوز اون عواقب جنگ ایران و عراق سر جاش مونده، غرب ایران زلزله شده مونده، همه هنوز عده دو تو اون چیزا زندگی میکنن. همینجور این هم بعضی هم همینجور خواهد شد. چرا؟ برای اینکه جامعه اون تبادل وجود نداره، این دوتا حق با هم عمل نمی کنه. یک فکر جمعی به وجود بیاد، راهکار جمعی به وجود بیاد که همگان با دل و جان در شرکت بکنن و مشکل رو حل کنن، نه وجود نمیاد. همه باید تا میبونه همچیزی پیش میاد چشم میبندن که اون بالا چه میکنه، اون بالا هم که معلومه که چه میکنه. خب و پنجم این که اگه حق اشتراک نبود خب جامعه ها چجوری به وجود میامدن؟ با جامعه ها یک اشتراکی انسان ها با هم پیدا میکردن، همکاری های همزیستی، این هم های که ما میگیم همبستگی، اینا باید باشه تا یه جامعه واقعیت پیدا کنه، بعد این در جریان تاریخ ادامه پیدا کنه که این قوام و دوام پیدا کنه. اگر این فرض می شد که نه لازم نیست که ما به اشتراک برسیم، در جامعه هایی که یک اقلیت هایی حاکم می شوند اینا اون اقلیت حاکم نه تنها لازم نمی بینند بقیه به اشتراک برسند، بلکه لازم می بینند که هیچ وقت به اشتراک نرسند. اون جمله معروفه میگن اختلاف بیانداز حکومت کن. حرص بر این است که اشتراکی پدید نیاید. این است که همواره قدرت تجزیه کننده است. شما نگاه کنید این استبدادها که فرو میریزن بعدش چه وضعی پیدا میکنه جامعه ها.
به هم میریزه. حالا ما میرسیم به در جای خود خواهیم گفت که ربطش با ربط حقوق با نظم چی هست. ولی فعلا در اینجا شما توجه بکنید به اینکه این حق اشتراک نباشه جامعه وجود نداره و خود این اشتراک هم به ترتیبی که قبلا دیدیم از حق اختلاف میاد. پس این دوتا حق با هم هست که جامعه وجود جامعه ها رو ممکن کرده. حالا هر کدوم از اینا رو شما به خطر بیندازی، حذف بکنی، این جامعه رو به خطر انداختی. در همه جای جهان اینجوره. حالا استبدادها میان همین کار رو میکنن، عملا اون حق اختلاف رو ممنوع میکنن، در نتیجه اشتراک به ترتیبی که گفتم از راه طبیعی یعنی جریان اندیشه ها حاصل نمیشود و چون حاصل نمیشود جامعه ها ارتباط با هم رو اعضای جامعه ها دست میدن. به محضی که اون فرو میریزه اینا مثل افرادی هستن که بریده از هم نمیدونن چه باید کرد. حالا هر گروهی این وسط به اصطلاح بتونه یک اشتراک پیدا کنه، یک نیروی تشکیل بده، اون میتونه این منطقه‌های مختلف نفوذ پیدا کنه. چنان که در بعد انقلاب ما چقدر این به اصطلاح میگفتن مراکز متعدد و قدرت چقدر به وجود آمد؟ در هر شهر چند تا. این ناشی از اونه که اگر حالا تازه انقلاب ما یک اشتراک همگانی رو ممکن کرد به لحاظ اینکه جنبش همگانی بود، جمهور مردم در شرکت کردن، هدفهای مشخص پیدا کرد. ولی فروپاشی شوروی شما نگاه کنیم ببینیم بعدش چه وضعی پیش آمد. در جاهای دیگه در دنیا که استبدادها مثلا فرو می‌ریزن، اینه که همیشه هم تهدید میکنن ما نباشیم تجزیه میشود و فلان، خود چون میدونن چه برای سر جامعه ها میخورن. ما بخواهیم یک جامعه سالم و در رشد داشته باشیم با این پنج ویژگی که عرض شد، میباید که این دوتا حق رو با هم در سطح یکایک شهروندان رعایت بشود. تا جریان اندیشه ها، دانش ها، هنر ها، داده ها، اطلاعات با گسترده ترین به اساس شرط روان باشه در سر تا سر جامعه، جامعه هم باز باشه به روی جامعه های دیگر که اون همون از اونجا هم همین جریان های اندیشه و نظر رو اینا بیاد و این فرهنگ این جامعه پناه پیدا کنه و همبستگی این جامعه ها و توانایی رشدشون افزایش پیدا کنه، به اصطلاح سرمایه های مختلف از جمله سرمایه اجتماعی در اون جامعه ها میل کنه به حد اکثر. حالا شما در سطح یک شهروند نگاه بکنید به این اینکه یه آدمی بگه من حق اختلاف دارم ولی اشتراک بر خودش ممنوع کنه. خیال نکنید کمن از این حرف ها تا بخوای زیاد. این که میگن آدم های هستن با دیگری نمیسازن، شنید که دیگه با کسی جورشون جور نیست، چون این برای خودش نظر میسازه، این مطلق میکنه. چون اون خود رو از اون حق اشتراک محروم کرده، جرأت نمی‌کنه این نظرشو به نقد دیگری بگذاره. خود رو در اون زندان، اون نظر می‌کنه زندان خودش. در نتیجه خودش از استقلال و آزادی چی؟ محروم می‌کنه. پس می‌بینی که ربط مستقیم وجود داره بین استقلال و آزادی آدم. همجور کشور و این دوتا حق. کسانی را میبینید که دانش هم دارن و
اما دست به قلم نمیبرم. یا از ترس این که اون میگه من اون یه چیزی باید بگویم که هیچ کس هیچ وقت نگفته باشد و در آینده هم کسی نتواند بگوید. خب از کجا معلومه که این که تو میگه اینجور خواهد شد؟ فرض اینه که بذاری به نقد دیگه. خدا به این جرات نمیکنه بذاره به نقد. نتیجه عمر میاد سر میشه مینشه از این دانش یک کلمه به صفحه کاغذ منتقل نمیشه. طرف هم از دنیا میره چیزی هم هیچی آیده بعضی ها نگذاشته. یا بسیاری میشنوید میگه که این آقا متکلم وحده است یا خانم متکلم وحده است. یه طرف حرف میزنه. به معنی که طرف مقابل بخواه بگه آقا اینجای فرمای شما من درست نفهمیدم. نه اینکه حالا درست نیست. درست نفهمیدم. نمیذاره اصلا حرف بزنه. ها. این خودش عادت نداده به این که این دوتا حق با هم باید عمل بکنه. اگر برای خودش یه حقی قائل شد که نظر داشته باشه این باید که برای خودش حق اشتراک هم قائل بشه، یعنی به اینو بتونه این نظر با دیگری مبادله کنه، از نقد دیگری هم نترسد بلکه از استقبال هم بکنه تا رشد کنه. آیا ترسید؟ رشد نمی کنه. به جامعه خودتون نگاه کنید، این بیماری عمومیست. به این جهته که استبداد راحت بر کشور محاکم میشه. مبادله صورت نمیگیره. انسان ها از استقلال آزادیشون خود رو محروم میکنن. به لحاظی که از مبادله نظر میترسن. حالا جمع میشنن برای کار فکری ها. تا اون لحظه آخرشو بتوانن، هرچه بتوانن، در آسمان چجوریست و هوا کذاست و خاله شما چجور و خاله زاده چی گفته و این چی گفته، این از اینجا نقل بکن و از اینجا چیزی بگو، بلکه اصلا زمان سر برزه، اصلا به مبادله افکار نرسد. همه ما تو این جوان شرکت داشته میدونیم دیگه. پس یه چیزی من چیزی نمیگم که نیست. می‌دونم که این چیزا هست، عمومی هم هست. نتیجه خوباری حاصل نمیشه. برای اینکه ما خود رو محروم کردیم از حق اشتراک. میخوایم این نظرهایی که داریم میترسیم عرضه کنیم. حالی که نترسیم به حق اشتراک بپذیریم، ولی هم طرف مقابل او بیمار باشه، بگه که اصلا تو چرا حق داری نظر داشته باشی؟ خیلی هم هستن اینجوری هست. تو کی هستی که نظر داشته باشی؟ بخواب زن تو دهن شما. همه با مناسبت میدم به شما. یه روزی من رفتم میشه آقای خمینی صحبت این پیش آمد که این اشخاصی که آقایان میگیرند و میبرند و دادگاهی و اون دو دادگاه های کذایی اینها با کجای شهر جوره؟ گفت به این که من گفتم که این اینجاش خلاف و اونجاش خلاف و اونجاش گفت شما آقا در این کارا مداخله نکنید. گفتم من مداخله نکنم کی باید میکنه؟ یعنی چه من باید مداخله کنم؟ اینجا یه مسئله است. شما نظر دارید میفرمایید. چرا من نباید مداخله کنم؟ برای که میترسید. هیچ دلیل نداشت که این حرف رو میزد. این میخواست من رو به زور ساکت کنه که آقایان میگیرن میکشن میبرن میزنن میخورن. این بگیم که نه اینا اونا خب آقا قاضیه میگم این خلخالیه میگم آقا این کار خلاف نمی کنه. من می دونم این مجتهده. خلاف نمی کنه. و این باید بپذیری که این خلاف نمی کنه. اگر خواستی بگی که این نقد با این جای شهر همون فکر شما نمی خونه، اونجاش کمه، اونجاش کسره، اون وقتی ها باید بگی که فضولی موقوف، شما ساکت باشید، این چیزا به شما نیامده،
یا اینکه بپذیره این به بحث بذاره دیگه، حق اشتراک بپذیره، نمیپذیره. نظر مال آقای ولی امره، دیگری این حق رو ندارد که اون نظر حتی نقد بکنه. حالا میرسیم به فصل خطاب. چون اینجوره نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که اون زندانی میشود تو اون نظری که دارد، خودش از استقلال و آزادی خودش محروم میکنه. بعد عمر سر میره، حالا از آثار این آقا رو هم جمع میکنن، منتشر میکنن دیگه. حالا ببینیم که این از وقتی که وارد ایران شده تا وقتی از دنیا رفته، تو این چند تا نظر واقعا سر و ته در وجود داره. بزن و بکش و ببر و بخور و این چیزا تا بخوای. ما انقلابی نبودیم، اگر بودیم چنین چنان میگردیم، بعد از اینا تا بخوای. اما چیزی که نظر باشه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه خودش خودش محروم کرده. از ابتدا نپذیرفته حق اشتراک. اینجا که فرانسه بود، از ترس میپذیرفت. چون میترسه اینجا ماندگار بشه. اونجا نه دیگه قدرت بود، نمیپذیرفت. تا آخرم نپذیرفت. این آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گفت این آقای سلمان رشدی اگر توبه کند از مجازات معاف میشه. چه بلا سرش آورد؟ میگه بدبخت رفت تو پشتبان نشست و گریه کردم. همین آقای خامنه ای چون خلاف نظر بود به خودش جرأت داده بود نظر داده. حالاش هم همین ها آقای منتظری یک جمله گفت که آقا تو بینه بینه لا سوادش که نداری. همین یه جمله پنج سال این در حس گذارم. خب این آدم خودش از چی استقلال آزادی و حق اشتراک محروم کرده. نتیجه کله خالی شده دیگه. الان ببینیم تراوشاتی که میکنه به چقدر قیمت داره. امروز یه حرفی میزنه فردا دروغش در میاد یا تناقضش در میاد یا خلاف حقوق مردمه. حالا که یه انسان های دیگه هم هستن اونها این دائم این مثل زاینده رود اندیشه خرق میکنن و میذارن به جریان. چون از حق اشتراکم نمیترسن، از بس آزادم نمیترسن. حالا من گفتم بحث آزاد، این هم یادآوری بشم اینجا که مهمه. من گفتم که من با شیطان هم میشینم به بحث آزاد. حالا یه کسانی به خودشان اجازه میدن که به اصطلاح من رو وسیله کنن برای مشروعیت دادن به یک آدم هایی یا به یک فرستنده هایی. چپ و راست مراجعه، آقا شما بیاید با شما که گفتی با شیطان. آقا من که گفتم که خودم رو که نگفتم از اختیار سلب اختیار از خود میکنم، اختیارم میدم دست شما که هر روز هر کس خاصی بگی بیا میشه ما بحث آزاد بکن، در فلان فرستانده بکن. اختیار با خودم هست. تشخیص من باید بدم دیگه، ما به تشخیص بدم این بحث با شیطان این فایده را دارد، بعد بکنم. من که نگفتم که از خود سلب اختیار میکنم. بدتر از این، اختیارم میدم به دست هر کسی که هر روز دلش خواست منو به هر بازی بکشونه. این آدمی ها که فوراً قیم میشوند و میگویند یک آقا چون تو این حرف زدی پس اختیار دست منه، این برای اینکه حق اشتراک رو قبول نداره. اون نظر جایی که خودش داره، او باید به عمل در بیاد. حتی کسی هم که بوگنده منم، من محکومم به حکم این آقا. چون شما اینه گفتی، پس بیا اینجا بشین با این آقا بحث کن. ای آقا،
من گفتم که تشخیص خودم باید بدم آخه. هر بحث یک سودی باید داشته باشه، یک هدفی باید داشته باشه و زیانی هم نداشته باشه. اگر ما بخواهیم مشروعیت بدهیم به این فرستنده ها و کسانی که به خدمت بیگانه در می آیند با کمال وقاحت، آقا مأمور امریکایی است برای تشدید تحریم با ایران، تحریم ایران، میره میشینه با او عکس میگیره، وای میسته کنار او عکس میگیره، با افتخارم اونو میذاره در نمایش میده. حالا من چون گفتم با شیطان بحث میکنم، باید برم با این آقا بحث بکنم. آقا این مشروعیت دادن است به اون نوکری بیگانه، این ناقض هدف بحث آزاد است. این مشروعیت دادن به اون فرستنده است که با پول سعودی راه افتاده، این ناقض اصل استقلال ایران است. ایران به باد می‌رود. اگر این ما به این ارزش ها بها ندهیم، روی این حقوق نیستیم، خب میشه اون دارو میاره و مینویسه دیگه، یک طرفه مینویسه، حاضر به این هم نیست که این نقد رو بپذیره. میگه آقا این که خیال بافیه که این رژیم رو بدون امریکا میشه برد، باید با امریکا برد، باید اینم اقلیت های قومی همه مسلح هستن و امریکا درست میزنن رو هم وارد عمل بشن رژیم بردارن. خب بفرماید ایران از بین برود برای اینکه رژیم از بین برود. خب حالا هرگاه این آدم وابسته نبود، طرز فکر وابسته نداشت، بحث آزاد معنی داشت. حتی در یه مواردی میشه با وابستن بحث آزاد کرد در اصل خود وابستگی. اما این که من اونه مثل که امری واقع نشده، مهمی هم نیست که طرف دست نشانده بیگانه هست یا نیست، بشینیم مثلا این که رژیم چگونه باید سرنگون کرد بحث بکنیم، این معناش این است که من اون وابستگی بیگانه را پذیرفتم. آدم یک کمی فکر کن. اینکه توجه بکنید که بحث آزاد روش عمل به اون دوتا حقه، حق اختلاف، حق اشتراک، و این دوتا حق عمل به اینها سبب میشه که آدمی از استقلال و آزادیش چی؟ غافل نشود. اگر بخواد غافل بشود به عنوان اینکه من میخواهم بحث آزاد بکنم، خب این نقض قرازه. خب حالا فرض کنیم که ما از استقلال و آزادیمون غافل شدیم. اولا هم خیلی این گروه ها شدن دیگه، الان ما میدونیم که اون سر لحظه با گفتم یه الان دوباره تکرار میکنم، وطن دوستی با قدرت نداری نسبت، چون نسبت تضاده. یک کسی که خود رو با قدرت میگه من تجسم قدرتم، این نمیتونه وطن داشته باشه و وطن دوست باشه. نه رضاخان میتونست وطن دوست باشه، نه پسرش میتونست وطن دوست باشه، نه آقای خمینی، نه این آقای خامنه‌ای. وطن دوستی حقه، این با زور جورش جور نیست، نسبتشون تضاد. قدرت ترکیبی است از زور، پول، علم، فن و و و. خب این ترکیب، کسی اگر گفت که من نماد این ترکیبم، در هر رابطه هم اینو به کار برد، خب این کسی که به این معتاده، پای وطن به میان آمد،
این باید از یه قدرت بگذره، نمیگذره، چون که 8 سال این ملت رو در جنگ نگه داشتن دیگه. برای چی نگه داشتن؟ این جنگی که میتونست در خرداد 60 تمام بشه، چرا 8 سال ادامه پیدا کرد؟ برای اینکه این قدرت میخواست در ایران استبداد بازسازی بشه، استوار بشه. بزرش دلیل دیگری نداشت. اگر قضیه وطن و وطن دوستی بود، یه هفته اقلن، حالا فرضم الالله باید کلک برای صد رو کرد. با یه هفته که میتونست یه تأخیر کنی که اون جنگ تمام بشه، بعد کلک برای صد رو بکنی. ولی نه، یه پیروزی مسلمی را از یک ملتی دریغ کردن، یک ملت 8 سال در جنگ نگه داشتن، جام زهرم سر کشیدن. چرا؟ به لحاظی که وطن بیمعنی. شعارشون هم یادتون هست که میگفتن نصف ایران برود بهتر از اینه بلی صد پیروز بشود. کسی وطنش رو دوست بداره نمیتونه این حرف رو بزنه. و اینا زدن. اینه که توضیحاتی که دادن برای اینکه توجه بکنید مستبد ممکن نیست وطن دوست بداره. وطن دوستی حق با او قدرت جورش جور نیست. هر نسبتش تضاد داره. خب، حالا ششمین مورد داریم میگیم. وقتی که یک شهروند، یک جامعه از استقلال آزادیش غافل میشه، خلل چی پر میکنه؟ زور. و وقتی که زور پر کرد، قدرت میشه هم هدف، هم روش. از اینجاست که میبینی که چون قدرت شد هدف و روش، اینا نسبت دارم میگم، اونجا نبود این قفلت از حق اشتراک و این که سبب میشه آدمی از استقلال آزادیش محروم میشه رو گفتم. حالا اثر قفلت از استقلال آزادی رو بر اون حق اختلاف و حق اشتراک داریم بررسی میکنیم. فرض کنیم که این ما از استقلال آزادی و خودمون غفلت بکنیم. خلل زور پر میکنن چیه؟ یعنی تنظیم کننده رابطه ها چی میشه؟ قدرت. روش و هدف رو کی معین میکنه؟ قدرت. خودش میشه هدف، روش هم که خودش زور گفتنه. خب، نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که اونی که فکر میکنه قدرت تجسم و قدرته، اختلاف نظر رو دلیل و مجوز میشناسد برای حذف طرف مخالف. درسته؟ اینجوری رو رخ میده دیگه. نه در جامعه های استبدادی ها، همین تو غربش هم همینجوره. اختلاف نظر دلیل این نمیکنه که این خوبه، سبب میشه که من هم نظر خود را اظهار کنم، این دوتا با هم جریان در جریان آزاد اندیشه ها نقد بشون، به اشتراک برسیم. نه، این نیست. میگه مخالف باید حذف بشه. از اثر اولش این است که حق اختلاف رو تبدیل میکنه به وسیله توجیه حذف. وقتی اینجا که رسید چی میشه؟ این میشه آقا جزء یک جمعه یا خانم جزء یک جمعه. حالا دنبال بهانه است برای اینکه این میخواد بذاره بره. یاد و میگه که آقا من با این نظر جمع مخالفم. بسیار مخالفی نظرتو بده، میذارم به بحث دیگه. چیز خیلی مطلوبی هم لازم نیست که همیشه اعضای جنگ یک نظر داشته باشن. لازم است که نظرهای مختلف داشته باشن، ترک کنن، جریان بشه، نقد بشه، برسن به یه اشتراکی. این به یه زندگی شادی و نشاط میده، رشد میاره. میگه نه، یا اینه که من میگم میپذیرید، هستم. نمیپذیرید، نیستم. این تنها در جمع شما این واقع نشده ها، در قالب این سازمان های سیاسی این واقع می شود، در شرکت های تجارتی هم واقع می شود، در زناشویی هم واقع می شود.
که مسئله منحصر به فردی نیست. انشاءال از اینجا فرمیده که طرف به حق اختلاف رو وسیله نن که مثلا به عنوان حق نمیپذیره سر جاش، بلکه این رو وسیله میشناسد، مجوز میگرداند برای اختلاف و انشعاب یا حذف کردن. اینجوریست که جمع ها متلاشی میشوند، به جایی که روش کنن عقب میروند. اونهایی که این رو به این شیوه دست میزنند در طول زمان از روش باز میمانند، چون دائم این روششون میشود دیگه، همونطور که قبلا گفتم، از ترس اینکه نظر، چون خودش پذیرفته که اختلاف نظر مجوز حذفه، پس این میترسه از اینکه نظرشو اظهار بکنه به دیگری و اون دیگری و همون معامله رو باهاش بکنه که این با دیگران کرده، علاوه بر اینکه اصلا از اشتراک هم میترسه. حالا شما بیاید که به اصطلاح برآوردی بکنید از اتلاف استعداد و توان کار این کسانی که به این ترتیب انشعاب کردن، جدا شدن. ببین سازمان هایی که بابت همین از بین رفتن، اون جریان جبهه ملی رو بگیرید در دوره مصدقی که همین مسئله که الان گفتم سبب شد که عده‌ای از اونها به دشمن پیوستن، وسیله کودتا شدن. اونایی هم که موندن بعد از اون کودتا تا انقلاب ایران با همین روش به تحلیل رفتن، وقتی که انقلاب شد باز هم اون تهمانده هم که مونده بود یکی از اونا رفت شد بدون با اینکه عضو جمع بود، رفت شد نخست وزیر بدون اینکه اون به اون جمع کمتر اطلاعی بدهد، نتیجه هست بگرفت. باید این ترتیب این ششتا موضوعی که عرض کردم تمام اهمیت رو داره برای اینکه در جمع خودتون این دوتا حق رو با هم به کار ببرید. اون وقت چون بنا میشه بر بحث آزاد و به اشتراک رسیدن، این به جمع شما نشاط، به شما امکان رشد، تازه به شما این امکان میدهد که در جامعه ایرانی به عنوان به اصطلاح نیروی محرکه الگو عمل کنید. تا حالا به این دوتا حق اونجور که باید عمل نشده، اما خیلی هم دور نبودید. به همدلله جمع شما مونده بازده هم دارد، نه که بازده هم نمی داشت. اما اگر این توضیحات که عرض کردم و این پنج تا مسئله که شش تا مسئله که گفتم خوب به ذهن بسپارید و عمل بفرمایید، اون وقت این جمع شما تواناییش چندین برابر می شود. ظاهرا زبان سر آمد. حالا ما می باید که به فصل خطاب هم می رسیدیم، اونم در یک گفتگوی بعدی.